برام خداوند مهربان با سلام و وقت و خیر و برنامه پس از خبر با من حمت الله محمدی خوش آمدین بارک و با ما جمهور امریکا شبانه و دیشب و شب گذشته وارد افغانستان شد و هواپیمای آقای اوباما در میدان هوایی بگرام نشست کرد آقای اوباما در این سفر پنج ساعتش از سربازان امریکایی مستقر در پایگاه نظامی آنها در بگرام دیدن کرد و با آنها صحبت های داشت با رئیس جمهور افغانستان دیدار نداشت و چنانه که هم اعلام شده بود در این سفر قرار نبود آقای باما با مقام های حکومت افغانستان دیدار کند اما نا شب آنچنانه که گفته میشه آقای باما با رئیس جمهور کرزی تماس تلفنی داشته و در این تماس تلفنی برگزاری دور اول انتخابات آن هم بگونه گونه موفقانه اش را با آقای کرزی تبریک گفته و از گسترش اه اه اشتراک وسیع مردم هم با آقای کرزی تبریک گفته و در مورد پروسه صلح هم صحبت کرده رؤسای جمهور هر دو کشور در خصوص انتخابات بیشتر و در خصوص پروسه صلح با هم گفتگو کردند برای اینکه این سفر آقای اوباما چگونه انجام شد و با چه اهداف بود آنچنان هم که با آقای کرزی دیدار نداشت موضوع بحث امشب است و در برنامه جناب آقای امرالله صالح رئیس روند سیاسی روند سبز را و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان را با خود داریم که در آغاز از حضورشان شان سپاس گذاری می کنیم تشکر آقای سال خیلی خوش آمدین و بفرمایید از دید شما سفر دیشب آقای با ما آیا رفتار نامناسب به عرف دیپلماتیک بود و یا بیتنایی به حکومت افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم <تصفح> اونا قرار که مطبوعات تبصره کردن به خاطر حرمت گذاری به نیروهای مسله امریکا که در افغانستان مصروف ماموریت هستند و قدردانی از اونا به اینجا آمده بودن و ای یک کار بسیار خوب است وقتی که سرقومندان علا یک کشور و دیدار قطعات خود سفر میکنند ولی چون به افغانستان آمده بودند بهتر بود که مثلا با رئیس جمهور افغانستان دیدار صورت می گرفت. ما وقتی که سر صبح به مطبوعات مراجعه کردیم ارگ ریاست جمهوری اعلامی را پخش کرده بود که گویا ما دعوت آقای با که به بکرام به دیدنشان بریم رد کردیم این نشان میداد که رئیس جمهور افغانستان از آمدن به کابل و دیدن با رئیس جمهور افغانستان در محوطه ارک عبا ورزیده بودن و از نظر ما عرف دیپلماتیک امیر ایجاب میکرد که ملاقات باید در کابل صورت میگرد مگر ای که از قبل توافقات میشد یا چی اختلافی بوده ما نمیفهمیم ولی نرفتن آقای کرزی به با بکرام یعنی تا جایی که عزت افغانستان مطرح است تا جایی که وقار دولت افغانستان مدرس حداقل از, از دید ما کار معقول بوده حالا این رفتار دیشب با اوباما چه حکایت سیاسی از روابط نسبتاً تنش آلود کابل واشنگتن داره از دید شما خب این که رویه شخصی رهبرای دو کشور چگونه می افغانستان و امریکا با یک دیگه خود نیاز دارن ما نیاز بیشتر داریم امریکایی ها نیاز کمتر دارن ولی هر دو کشور به همدیگر نیاز دارن و روابط نچندان خوب دو تا رئیس جمهور نمیتانه این نیازمندی را از هم بپاشانه و از بین ببره بلکه این روابط فراتر از آقای کرزای و فراتر از مسائل انتخاباتی در افغانستان باقی خواهد ماند با او خاطر بعد از انتخابات دور دوم انتخابات هم امریکایی ها به اساس منافع امنیتی و منافع ملیشان نیاز دارند که با کابل روابط حسنه داشته باشند و نیاز دارند که البته نه به سطح گذشته تا یک حد افغانستان کمک کنند روابط کابل و واشنگتن بیشتر زمان تنش زا شد و تنش آلود شد که آقای کرزه توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را امضا نکرد و هنوز هم هیچ گونه چراغ سبز مبنی بر امضا کردن این توافقنامه از خود نشان نداده واقعا چیزی که بیشتر استدلال شخصی خود میدانه برای عدم امضای این توافقنامه از دید شما چی است ما قبل از برگزاری لویه جرگه و بعد از برگزاری لویه جرگه به یک قسمت از دلایل و استطلال رئیس جمهور افغانستان و منطقه را که رایه میکنند در ایجاد شرایط سخت به خاطر امضای از این موافقت نامه موافق و هم نظر است یکی از نقاط بسیار اساسی و محوری را که رئیس جمهور افغانستان بیان کرده و از موقف افغانستان در اونجا صحبت کرده است که ما باید دشمن را تعریف کنیم و در برابر تعریف دشمن متحد امریکا باشیم تا جایی که ما معلومات دارم در دا تعریف دشمن بین دو کشور اختلاف است چون که از دید افغانستان با آنهایی که ما در اینجا می جنگیم لایه مصرفی دشمن است و لایه رهبری دشمن و لایه استراتژیک دشمن در خاک افغانستان نیست که باید بالا از اونا فشار وارد شود یکی از نقاط اختلافی رئیس جمهور افغانستان با, با غربی است بحث دومی است که ما امروز واکنش اهل خبره را محصلین اساتید در ارتباط از که آیا نرفتن آقای کرزی خوب است یا خراب است به نظر ما ما به حیث اتباع از این کشور به افغانا بحث در محور آقای کرزی نباید بچرخانیم اینجا اهمیت و صلابت ارگ مهم است امروز آقای کرزی است رئیس جمهور افغانستان فردا کس دیگه می باشه فقر ما بیچارگی ما نباید علیه ما استفاده شد ما در این زمان که ملت فقیر هستیم ملت بیچاره هستیم دهی جای شک نیست که دست ما دراز است ولی یک ملت با وقار است یک تاریخ بسیار عمیق داریم ما نباید به حد زیر تاثیر کمک های خارجی بریم که از ریشه خود بیگانه شویم از ارزش های بومی خود بیگانه شویم نباید کمک خارجی به این حد ما را از خود بیگانه بسازه که اتو فکر کنیم که یا ما تمام عمر خدا با تملق زندگی کنیم و یا اینجا هیچ چیز نیست اما بسیاری ها به این باور هستند که توافق نامی امنیتی من کابل واشنگتن برای افغانستان یک انتخاب نه بلکه یک نیاز اشهد است و ما در موقف نیستیم که چونین موضعی گیری داشته باشیم در قبال آمریکا. در حالی که سخت از منطقه و از کشورهای همسایه هم متضرر هستیم ما موافق به این نیستم که ما 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 در موقف نیستیم دقیقا نمی بحث ما باعث یک ملت در دهه اشتاد داشتیم که ما در موقف نیستیم که <applause> شرایط خود بالای غرب بقبولانیم و بگذارین که ما قراردادی های دست دوم پاکستان باشیم غرب با پاکستان معامله کنه پاکستان با ما معامله کنه و ما نتیجه رو دیدیم که ملت ما چندین پارچه شد جزایر قدرت به وجود آمد ما با این مقوله موافق نیستم که ما در موقعیت نیستیم که دیگر در میز مذاکره شرایط سخت بگذاریم هستیم ای ربط به این میگیره که ما به عنوان یک دولت ملت با آن که فقیر هستیم ولی افغانستان داشته ها و ارزش های ابدی داره که به با ما باید اطمینان نفس و اعتماد به نفس بده او چی است یک ببینین اینقدر استراب و قدر کشمکش که بالای ما آمد بالای هر کشور دیگه می آمد پارچه می شد ولی ما حفظ شدیم باعث جغرافی واحد ملت واحد و بالای یک دولت متحد موافقه کردیم این یک ارزش بسیار بزرگ است شما می بینین روز بروز مسائل لسانی و قومی در افغانستان فروکش میکنه یعنی به یک مسئله هات و گرم در جامعه وجود نداره بین یک قشر معین این مسائل دامن زده میشه شما ببینین که ما با عقب نیروهای امنیتی خود استاد هستیم و منافع خود را استاد استا, استا داریم مشترک تعریف میکنیم و در این زمان هم شما که بحث ارزش های تاریخی، ارزش های دینی، موقعیت جغرافیایی ما و در زمان نقشی را که ملت ما یا آگاهانه یا ناگاهانه در مسائل جهانی ایفا کردن اینا ارزش ما نباید به او حد سر خود به اعتماد باشیم که بگویم ما تکرار میکنم یا باید زیست با تملق داشته باشیم و یا ما هیچ هستیم دیروز این مسئله واضح بود در تصمیم رئیس جمهور افغانستان که درست از ما محتاج امریکا هستیم از دید پولی ولی در این زمان این ملت وقار و ارزش ها و معنویتی هم داره که باید به با او عرض قائل شویم حالا بدون این توافق نامه آنچنان که در جویان هم هسته. این طرح راهبردی ارتش آماده شده و شورای امنیت هم تایید کرده آن را و حکومت افغانستان هم حکومت فیلی افغانستان از حکومت جدید هم میخواد که آنها تایید بکنه حالا این طرح راهبردی ارتش و ارتش افغانستان پس از سال 2014 و بدون توافق نامی امنیتی از دید شما چیگونه خواهد شد؟ ببینین ما از دید نظریه بزرگ ما در بحث اه استراتیژی نیروهای امنیتی ملی ما در یک بنبست است آیا ما نیرویی می سازیم که شورشگری را سرکوب کنه یا ما نیرویی می سازیم که علای عوامل ثباتی در منطقه استادگی کنه تا جایی که من معلومات دارم و در دا که خودم هم دخیل بودم تمام کمک دنیا به مایی بود و هنوز هم ادامه داره که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان قابلیت سرکوب خیزش های داخلی را داشته باشه یعنی با ما وسایل تجهیزات و توانایی های را که ما در منطقه فکتور مستقل دفاعی شویم نمیتن به او خاطر موازنه استراتژیک منطقه را نمیخواین داشت تغییر بیاید با او خاطر وقتی که این نظریه مطرح میشه که ما نیروهای ما از دید استراتژیک یا کلمه که شما استفاده کردن راه بردی باید مسیر مشخصی را تایی کنه ما در یک نقطه میرسیم به بانبه است کور نمونهش شما در بمباردمان کنر میبینیم بمباردمان کنر از طرف دولت پاکستان بحث شورشگری نیست و صلاح ضد شورشگری امورا نمیتونه خفه بسازه اونجا است که ما به بنبست میرسیم یعنی اگر ما از طرف کشورهای همسایه مورد تجاوز نیمه متعارف هم قرار بگیریم ما توانایی دفاع نداریم حالا فکر میکنین در این راه برد هم چیز برام دفاع از کشور در مقابل تهدیدات منطقی بستنه شده؟ ما تا جایی که یکی از های از این استراتیجی را مطالعه کردیم یکی از نقاط کلیدی از این استراتیجی بحث ثبات مناطق مرکزی ماست با پاکستان که اینجا مثلا مفانا بسیار علاقه مند هستند که خط دیورند اصطلاحش استفاده کنند پاکستانی ها مثلا تاکید به استفاده کلمه سرحد دارند و چون افغانستان حاکمیت مرکزیش در این سی و پنج سال بسیار ضعیف بوده خط دیورند دیگه منحرف شده گاهی دیگه حق ما خورده شده گای خط تغییر کرده و حالا که دولت افغانستان دوباره بالای از او خط با طرف پاکستان کار میکنن یعنی صبات مناطق مرکزی جز او استراتژی به شمار میه خب صبات چند را داره که ما به او برسیم اول تقوی خودیست در تقوی خودی ما پیشتر به شما اشاره کردم که ما چون نیازمند کمک بیرون هستیم ما را به حد تقویه نمیکنن که ما توان دفاع مستقل علای تهدید برخواسته از کشورهای همسایه داشته باشیم اگر این تقویه بحث بحث دوم... بر مبنای کمک های امریکا ما با اون نقطه در شبه بعض روش دوم که میتونه با به وجود بیارد تفاهم عمیق بین اسلام آباد و کابل است و چون اسلام آباد و کابل مسائل که بینشان وجود داره مسائل ساده نیست که ما در دو سال سه سال رو حل کرده بتانیم فله هازا ای که ما بتانیم مناطق سرحدی را آسان از طریق تفاهم با ثبات بسازیم دفتا بعید است روش سوم آوردن ثباتی است که اگر ما خود نمیتانیم به یک فاکتور مستقل دفاعی و نظامی در منطقه تبدیل شویم باید در اتحادهای منطقهی و جهانی داخل باشیم اینجا است که بحث امضای توافق با امریکا با ما بسیار کلیدی و حیاتی میشه چون افغانستان به طرف و غیر جانبدار توان استادگی مستقله هیچ گاهی نخواد داشت ما نیازمند استیم که با دشمن دشمن ما سازش کنیم و با ساختارهای دفاعی جهانی که امروز بارسترینش ناتو است ما نیاز روابط بسیار تنگا تنگ داریم بریم این بحث پس از وقت همچنان باشه دوباره خوش آمدین شما بیننده برنامه پس از خبر به گونه مستقیم از تلویزیون آریانا نیوز هستن آقای سالی مورد بسیار مهم را اشاره کردن یکی از موارد این است که باید موقف و موضی ارگ افغانستان حفظ شود حالا دو نامزد پیشتاز پیش انتخابات اعلام آمادگی کردن برای امضای این توافقنامه و در تازه ترین مورد هم آقای عبدالله گفت که در نخستین ساعت کارش این توافقنامه را امضا خواهد کرد این را شما چی میپندارین شتاب زدگی و یا نه چیزی که تفاوت داره از اون منطق آقای کرزی <coughs> به نظر ما شتاب زدگی به خاطر نیست که توافق دو جانبه بین افغانستان و امریکا به قطر کافی باعث یک مبحث در جامعه گذاشته شده بود شما هیچ جریان سیاسی هیچ رسانه و هیچ مبصر را نمی بینین که از این مسئله آگاه نماشه به او خاطر شتاب زدگی نیست بالا از این غور صورت گرفته ولی دلایل مختلف به این که یک کاندید میخواه او زودتر امضا کنه ولی آقای رئیس جمهور رئیس جمهور فعلی نخواستن او را زود امضا کنن دلایل متفاوتی است که در دویش منطق هست. در دویش منطق مستحکم وجود داره به هیچ صورت شتاب زدگی نیست آقای کرزه هیچگاه نگفته که ما به این نیاز نداریم اونا گفتن که ما پیش شرطای واقعی ازیره که امریکا باید به پذیره آقای کرزه این پیش هنوز ن... لاینحل است و آقای کرزای عقیده شانی است که اگر مای را امضا کنیم و امریکا صاحب پایگاه شود بدون از که صلح ما را تضمین کنه شاید ما یک کشور در حال جنگ ولی میزبان پایگاه امریکا بر سالیان سال باقی بانه با او خاطر تا جایی که من امرای آقای کرزای رئیس جمهور افغانستان در قطر دو ساعت نشست داشتیم اونا هم دعوت شده بودن به کنفرانس من وقتی که ملاقات ما ختم شد ملاقات بعدی از او با امریکایی ها بود با آن که من در پوزیسون بودم مرا گفت که تو میتونی در این مذاکره ما نشست داشته باشی آقای کرزر بسیار منطقی و معقول با امریکایی ها مطرح کرد که ما مخالف نیستم با امضای ازی ولی از شما میخوایم زمانت بگیریم اما که این پیش شرد از توی پیش مطرح نشده تا اینجا کار اه... تا جایی که ما معلومات دارم ولی معلومات سرسری دارم معلومات عمیق ندارم روابط سفارت امریکا مرتبط به مسائل کلان از جمله توافق امنیتی با دو کاندید پشتاز روابط عمیقی است یعنی اینا هم بحث کردن ولی ما در بحث های از اینا اشتراک تا حال نداشتیم اما به هیچ صورت شتاب زدگی نیست چون که هم متن در اختیار مردم قرار گرفته هم لوی جرگت دایر شد و هم چانزنی های زیاده در این ارتباط صورت گرفته که دیگه کدام لایه مبهم باقی نیست با او خاطر کاندید که مگه من ایره امزا میکنم باید صورت شتاب زدگی نیست حالا از اهمیت این توافق نامه بگیم آیا شما هم به این باور هستن که با امضا شدن این توافق نامه اون ظرفیت و قابلیت دفاع خودی و دفاع در برابر تهدیدات و مشکلات امنیتی چی از م... اه... کشورهای همسایه و منطقه و چی از درون کشور و افغانستان و به ارتش افغانستان دست میده؟ ببینین اه... سوال شما مرا وادار میکنه که کم پیچیده بزنم ولی ما آرزوی پیچیده صحبت کردن هیچگاه ندارم چیز در دنیا به نام دفاع مستقل وجود نداره سودی با تمام دلار که از پترول بدست میاد از خود مستقل دفاع کرده نمیتونه زیر چتر دفاعی امریکاست امارات متحده عربی که عاید سرانشان نسبت به ما چندین برابر است از خود مستقل دفاع کرده نمیتونه امروز شما میبینین که اروپا بیرون از چتر ناتو حتی در برابر عوامل غیر دولتی از خود دفاع کرده نمیتونه ما در یک جهان زندگی میکنیم که در این جهان مفهوم استقلال و مفهوم دفاع مستقلانه به شیوه قرن عبده و عجدهش نیست گیریم که ما بسیار پول هم یک روز داشته باشیم و تمام مادن خود استخراج کنیم در دنیا صنایع دفاعی دو سه مرجع زیاد نداره یا شما از بلاک روس سلا می خرین یا از بلاک غرب سلا خریداری می‌کنید. پس وقتی که از دید تکنولوژی هم اتکا پیدا کردید دفاعیت مستقلانه نیست یعنی دنیا از دید مسائل امنیتی و دفاعی دارای یک نظم و ساختار شده یا ما باید این این را افغانستان شامل بسازیم یا ای که تافته خود بافته دیگه ما بودن هم مثل گذشته حالا قرار است روز چهارشنبه سیاست خارجی و سیاست خارجی تازه امریکا اعلام شود. از شما چه تغییرات وارد خواهد شد با توجه به یک سال رابطه اخیر واش... کابل واشنگتن متاسفانه دو سه تا تغییر که وارد میشه تقلیل رابطه امریکا را با افغانستان به نمایش خواد گذاشت اول چنانچه آقای بامر رئیس جمهور افغانستان امریکا اعلان کردن که ماموریت جنگی مطلق به اتمام میرسه و اونا ماموریتشان حمایه و تعلیم میباشه یک وقتی که ارتش امریکا، نیروهای آمریکایی در اینجا تعدادشان کم میشه به مو میزان توجه امریکا هم کم میشه نه ای که از بین بره ولی کم میشه توجه امریکا وقت کم میشه به افغانستان که ما انوز ما عنوز از او خم و پیچ و تنگناهای بزرگ نگذشتیم. دستو, و پنجه نرم میکنیم با او مشکلات بزرگ مسئله سیومی است که ما زیربنای اقتصادی ما بسیار ضعیف است و وقتی که توجه دنیا به ما کم میشه با مد نظر داشت نبود آمادگی برای استخراج معادن ما امی کسر یا دفیست که در بودیجه ما وجود نه ضربه اساسی شه مردم های عادی افغانستان میخورن، دریور و کارگر و کراچیوان و مامور و دولت از آنچه را که ما پیش بینستم در سیاست خارجی امریکا تقلیل رابطه شان از به افغانستان نه از با این رفتنش ولی تقلیل یعنی ما او ماه اصل را که در رابطه خود داشتیم ما بعد 11 سپتامبر برای تقریبا 13 سال دیگه پایان می رسن. اونا با ما رابطه متفاوت می داشته باشند و از دید منافع از اونا منطقم داره که باید بعد از 13 سال این رابطه نو دیگه را به خود بگیره در پایین خیلی کوتاه اگر بگین چون فرصت باقی خیلی کم باقی است چیزی که آقای با ما دیشب یادآوری کرد پایان مسئولانه جنگ افغانستان درست ببینن امی کلمه مسئولانه <coughs> یک چند بار دیگه ما جرا های داشتیم رواشای را اینا پیش بین هستند که جنگ پایان بیافت که همه از این روش ها در یک نقطه مرکزیش میچرخه در دور مصالحه با طالبا و مصالحه با طالبا کلید است که در اختیار پاکستانی است و در اونجا باز هم اما با بنبست است هم با امریکا با بنبست است با او خاطر با آن که امریکایی ها حضور خود تقلیل میتن اما ما پیش بینی از این هستم ما پیش بینی از این هستم که تشنج پایان نمیافه و اونا مجبور هستند که ماکان نیروهای امنیتی ما را همکاری کنند تشکر جناب آقای امرالله سالی رئیس جریان سیاسی روند سبز و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان از حضورتان عمدر. در برنامه پس از خبر و از همراهی شما برینده های عزیز وقت خوش خدا نگهدار